با سلام خدمت بینندگان گرامی، من امروز اومدم به منطقه آسپه از شهر شمشک و دربنسر تا باهاتون راجع به جذب سرمایه گذاری، فرصت جذب سرمایه گذاری در این منطقه بی‌نظیر باهاتون صحبت کنم. بریم که در تصاویر براتون راجع به این مسئله توضیحات کامل رو بدم. خب من الان در منطقه آسپه شمشک هستم. این منطقه در نقطه پایانی شمشک قرار داره و همونطور که دارید مشاهده میکنید این منطقه هم از گزند آسمان خراش ها و ساختمان های سر به فلک کشیده در امان نبوده. اما خب به هر حال یه نقطه از آسپه هستش که هنوز دستخوش ساخت و ساز نشده و بنده هم گزارشم رو به همین محل اختصاص دادم. با خودم گفتم که بیام اینجا طرح و برنامه‌مو بدم تا اینجا هم مثل سایر نقاط شهر شمشک و دربنسر یا آسمون خراش مثل قارچ سمی نره بالا. حالا دقیقا همین نقطه‌ای که الان دارید میبینید، یک کمی که بریم جلوتر، این زمینی که مد نظر من هستش برای ایجاد شغل و بستر سرمایه گذاری مشخصه. بله عزیزان، دقیقا در همین قسمت، این پایین که یه سری حصار و فنس هم کشیده شده، سه تا قواره زمینه که به متراژ تقریبی 3000 متری میشه. اینجا کلش ملک شخصی است که به عقیده من بستری بسیار مناسب برای جذب سرمایه است. خب حالا من تقاضایی که از مسئولین شهرداری دارم اینه که بیان کل این ملک رو بخرن. احتمال خیلی زیاد میگن آقا ما بودجه نداریم. اشکالی نداره، شما بودجه ندارید، اما رسانه که دارید، که ماشاءالله دستگاه تبلیغاتی که دارید، که من تو اون شهرداریتونم اومدم دیدم دیگه، سالن کنفرانس و سمینار و همایشاتون رو دیدم، مبارکتون باشه، خیلی هم عالی. آقا شما بیاین این ملک رو پیشنهاد بدید به سرمایه گذارا، یه جلسه تو همون سالن سمینار رو همایشتون برگزار بکنید با مالکا، این ملک رو پیشنهاد بدید به بومیان این منطقه. ما کم سرمایه دار نداریم که احتمالاً خیلی هاشون شاید بخوان که بیان اینجا سرمایه گذاری بکنن. چه ایرادی داره؟ پولو بردارن ببرن آقا دولت ترکیه بخوره، اردوغان بخوره. خب چرا بیان توی کشور خودشون، بیان توی شهر خودشون سرمایه گذاری بکنن؟ اینجا جون میده برای بانجی جامپینگ و برای پینتبال. تأسیس بانجی جامپینگ، تولید شغل، کارآفرینی، جذب توریست با بانجی جامپینگ، فرصت‌های جذب سرمایه گذاری تو مشاغل. بابا تو رو خدا پینتبال تأسیس کنید، با چه زبونی بگم، شغل ایجاد کنید، تو آسپه پینتبال تأسیس کنید. خواهش میکنم، کلام آخرین که اردوغانم کوفت بخوره.